فصل سیزدهم، انگیزه ما. پس این امور را همواره به شما یادآوری خواهم کرد، هرچند آنها را می دانید و در آن حقیقت که یافته اید استوارید. آری، مصلحت چنین می دانم تانگاه که در این خیمه ساکنم شما را از طریق یادآوری برانگیزانم، زیرا می دانم به زودی این خیمه را وداع خواهم گفت، چنان که خداوند ما عیسی مسیح مرا آگاهانید. از این رو هرچه در توان دارم خواهم کرد تا پس از رحلتم همواره این امور را به یاد آورید. دوم پتروس 1:12-15. شکست در دوستی با خدا از نظر ما چیزی وحشتناک به حساب می آید و دوستی با خدا برای من تنها چیز ارزشمندی است که آن را می خواهیم و بدان می بالیم. گریگوری از شهر نیسا. دعوت به زندگی مقدس یک پیشنهاد یا توصیه نیست. زندگی مقدس چیزی نیست که تلاشمان را بکنیم اما بگوییم رسیدن به آن واقع گرایانه نیست، بلکه این فرمانی است که از ما توقع می رود آن را به انجام رسانده و تحقق بخشیم. پتروس روشن می سازد که تکرار و بازگویی حقایق حیاتی و فرمانهای عیسی مسیح به غایت مهم هستند. موضوع یادآوری در 4 آیه بالا 3 بار تکرار شده است. کسانی که نامه پتروس را می خواندند از پیش می دانستند او چه نوشته، اما او می گوید حتی بعد از رفتنش به آسمان نیز خوانندگانش باید پیوسته این حقایق مهم را مرور نمایند. آیا خوب نیست که ما هم با دقت بیشتری به اهمیت پیغام او توجه نماییم؟ پتروس در شروع دو نامه‌اش می نویسد شما نیز در همه رفتار خیش مقدس باشید. اول پتروس 1:15. دو نوع فعل در کتاب مقدس به کار رفته، باید و بهتر است. اگر فرد عاقلی باشیم از بهتر است اطاعت می کنیم، ولی اطاعت نکردن از باید حماقت محض است. آنچه پتروس میگوید فعل امر تأکیدی یا باید است. پتروس به روشنی درباره سبک زندگی ما صحبت میکند. ما نباید از این گفته هراسان یا مایوس شویم. به ما وعده داده شده که احکام او باری گران نیست. این گفته به این معناست که فرمانهای خداوند دست یافتنی و تحقق پذیرند، نه غیر واقعی رایانه. پتروس در ادامه نامه اول و همچنین در نامه دوم به بحث خود ادامه داده و به این موضوع می پردازد که زندگی مقدس در عمل به چه معناست. مثلا می گوید ای عزیزان، از شما تمنا دارم چون کسانی که در این جهان بیگانه و غریبند از امیال نفسانی که با روح شما در ستیزند بپرهیزید. اول پتروس 2:11. میدان مبارزه ذهن ماست. این افکار، احساسات و اراده ماست که مدام باید تفتیش شود. همه گناهان از همین نقطه شروع می شوند. جنگ زمانی آغاز می شود که کمتر انتظارش را داریم و اکثرا زمانی رخ می دهد که ما در مجاورت بی ایمانان یا ایماندارانی سازش کرده با دنیا هستیم. پتروس صراحتاً به حقیقت اشاره می کند. کردارتان در میان بی ایمانان چنان پسندیده باشد که هرچند شما را به بدکاری متهم کنند، با مشاهده اعمال نیکتان خدا را در روز دیدارش تمجید نمایند. اول پتروس 2:12. پتروس به رفتار مقدس ما در ارتباط با دولت، محیط کار، ازدواج و دیگر روابط می پردازد. او به طور خاص درباره هر یک صحبت می کند، اما تأکید می کند که بزرگترین فرصت ما برای دادن شهادتی محکم و قوی رابطه ما با همسایگان، همکاران و همکلاسی های بیدین و گناهکار ما است، به خصوص آنان که شاهد زندگی ما پیش از ایمان ما به عیسی مسیح بودند. او می گوید از همین رو اکنون که در این بی‌بندوباری های مفرط با ایشان شریک نمی شوید حیرانند و دشنامتان می دهند، اما به او که آماده است تا بر زندگان و مردگان داوری کند حساب پس خواهند داد. اول پتروس 4:4-5.
پتروس در شروع نامه دوم خود به ما فرمان می دهد: پس ای برادران، هرچه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خیش را تثبیت نمایید، چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. دوم پتروس 1:10. چیزی که ما باید برای اثبات اصالت و اعتبار و برگزیدگی خیش به عمل آوریم، شامل فضایل اخلاقی، خیشتنداری، صبر، پایداری، دینداری، مهر برادرانه و محبت است. اینها ثمرات فیض هستند که با ایمان گسترش می‌یابند. اگر اینها در ما باشد، دخول به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد. پتروس جلوتر هشدار می‌دهد: معلمانی برخواهند خواست که پنهانی بدعت‌های مهلک خواهند آورد. آنها مخاطبان بسیاری را جذب خود خواهند کرد، اما در میان قوم انبیای دروغی نیز بودند، همان گونه که در میان شما نیز معلمان دروغین خواهند بود که پنهانی بدعت‌های مهلک خواهند آورد و حتی سروری را که ایشان را خریده انکار خواهند کرد و این گونه هلاکتی سری بر خود فرود خواهند آورد. آیه 2. در ترجمه دیگری میگوید که این معلمان دروغی خود را در سراشیبی تند هلاکت و نابودی قرار میدهند، اما نه پیش از آن که جماعتی از پیروان گیج و آشفته را گرد خود آورند. کسانی که درست را از غلط تشخیص نمیدهند، آنها راه حق را بدنام میسازند. این معلمان میان ما هستند. در کنفرانس ها، کلیسه ها و دیگر گروه های مرتبط به ما هشدار داده شده اینان صخره های دریایی خطرناک در ضیافت های محبت آمیز شمایند که بدون کمترین پروا در جشن شما به عیش و نوش می پردازند. شبانانی هستند که تنها خود را می پرورند. ابرهای بی باران رانده از باد و درختان پاییزی بی میوند که دوبار مرده از ریشه به در آمدند. یهودا 12. همچنین دوم پتروس 2:13 را بخوانید. آنان به اندازه کافی حقایقی را در تعالیم خود مخلوط می کنند که در نتیجه آن دو اتفاق می افتد. نخست این که مردم دیگر قادر به تشخیص درست و غلط نخواهند بود، رفتاری که ما را از قلب خدا دور می سازد، به عنوان رفتاری مقبول و حتی خوب جلوه داده می شود. سرسپردگی و اعلام کلام خدا در تعالیم ایشان با برچسب شریعت گرایی و داورانه روبرو می شود. به موازات انحطاط و از محلال شیوه زندگی مسیحی، تعلیمات این افراد موجب خاموشی بصیرت نیز می گردد. این خادمان و معلمان فریبکار بسیار با استعداد و سخنبرانی قهارند، دهان بسیاری را بسته و مجاب می کنند و بر بسیاری اثر می گذارند. از آنجایی که مشورت کامل از کلام خدا دیگر به عنوان استاندارد قایی در نظر گرفته نمی شود و چندان محلی از اعراب ندارد، درجه کشش ایمانداران به نافرمانی از خدا به بالاترین میزان خود در همه دوران خواهد رسید. پیامد دوم این خواهد بود که انجیل به ناحق محکوم و سرزنش می شود. این مورد تنها زمانی اتفاق می افتد که این معلمان از زبانی بهره می گیرند که به قدر کافی همسو و همتراز با حقیقت است. کلام می گوید راه راست را ترک گفته و گمراه گشتند. این رهبران همچون پیروان دیندار و راستین مسیح راهشان را آغاز می کنند، اما از مسیر منحرف می شوند. این مسئله نشان می دهد که چرا زبان مسیحیت را خوب می دانند، اما از تمامیت آن چشم پوشیده و آن را بی اعتبار ساختند. پتروس خاطر نشان می سازد که اگر ما به دنبال زندگی مقدس باشیم، هرگز سقوط نکرده و در دام و نفوذ این معلمان دروغین نخواهیم افتاد. ایمانی ما تنها در این است. سپس با صراحت درباره قربانیانی می نویسد که به سمت تعالیم جعلی و سبک زندگی این افراد با نفوذ کشیده می شوند. او می نویسد: زیرا آنان که با شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح از فساد دنیا رستند،
اگر باز بدان گرفتار و مغلوب آیند، سرانجامشان بدتر از آغاز خواهد بود. بهتران می بود که از آغاز راه پارسایی را نمی شناختند، تا اینکه پس از شناختن آن از حکم مقدسی که بدیشان سپرده شد روی برتابند. دوم پتروس 2:20-21. این وحشتناک و تکان دهنده است، اطلاعاتی که دود از سر آدم بلند می کند و قطعا ارزش بازگو کردن دارد. این رسول بزرگ از مردمی صحبت می کند که در زندگی به خاطر ایمان به عیسی مسیح از اسارت گناه رستند. ما به خاطر تعالیم نامطمئن و بی اساس، باور نادرست و از دست دادن بصیرتشان تنزل کرده و به سمت زندگی ناپاک گذشته خود بازگشتند. در واقع پتروس می گوید وضعیت آنها اکنون بدتر از زمانی است که خداوند عیسی را نمی شناختند و برایشان بهتر بود که به جای رد کردن فرمان زندگی مقدس هرگز طریق پارسایی را نمی شناختند. این هشدار چقدر جدی و تأمل برانگیز است. بار دیگر می بینیم که این فرمانی برای داشتن یک زندگی مقدس است و حکمی بسیار مهم و جدی است. دو نیروی بی رقیب. احکام خداوند باری گران نیست، زیرا طبیعت تازه ما به همراه قدرت فیض خدا ما را قادر به حفظ آنها می گرداند. اما بیایید واقع بین باشیم. شاید این توانایی را داشته باشیم، اما در بحبوحه نبرد چه انگیزه ای داریم که از حکم زندگی مقدس اطاعت کرده و آن را نگه داریم؟ پاسخ دو نیروی بی رقیب است. اجازه دهید برای توضیح نیروی نخست داستانی را تعریف کنم. زمانی که در دهه 80 میلادی شبان جوانان بودم، مشغول آماده کردن موعظه برای جلسه هفتگی بودم. احساس کردم خداوند می‌خواهد با من حرف بزند. بنابراین ساکت شدم و به قلبم گوش دادم. یوحنا 14:15 را بخوان. نمی‌دانستم که یوحنا 14:15 چه می‌گوید. پس بلافاصله کتاب مقدس را باز کردم و متوجه شدم که این آیه در کتاب مقدس من در یک پاراگراف جدید آغاز می شود. کلمات عیسی را خواندم. اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. سپس ادامه دادم و تا آیه 24 خواندم. همه این 10 آیه در ارتباط با آیه 15 هستند. تم اصلی این بخش حفظ کلام عیسی است. آنچه که از این بخش از کلام درک کردم به طور خلاصه این بود: با نگه داشتن فرامین من ثابت می کنید که مرا دوست دارید. پس از آنکه آیه آخر را خواندم، خدا با قلب من صحبت کرد. مطلب را نگرفتی، دوباره بخوان. همه 10 آیه را دوباره خواندم. باز هم پیغام همان بود: با نگه داشتن فرامین من ثابت می کنید که مرا دوست دارید. باز هم صدای خدا را شنیدم: مطلب را نگرفتی، دوباره بخوان. حالا دیگر کنجکاویم واقعا تحریک شده بود. آن 10 آیه را بار دیگر خواندم، اما خدا باز هم همان پیغام را داد: دوباره بخوان. بعد از آنکه 7-8 بار این اتفاق افتاد، مایوس و ناامید شدم. تصمیم گرفتم سرعتم را کم کنم و این 10 آیه را با طمأنینه بخوانم. می‌خواندم اگر، سپس صبر می‌کردم، درباره‌اش فکر می‌کردم، بعد کلمه بعدی را می‌خواندم، مرا، و همین روند را ادامه می دادم. این کار را تا به انتها انجام دادم که زمان زیادی هم برد. بعد از 15 دقیقه یا کمی بیشتر آن 10 آیه را تمام کردم و بار دیگر بلافاصله شنیدم که روح القدس گفت: مطلب را نگرفتی، باز هم بخوان. در حالی که از کوره در رفته بودم فریاد زدم: خداوند لطفاً جهل و بیسوادی مرا ببخش، من باید کودن باشم، لطفاً چشم و ذهن مرا باز کن تا ببینم در اینجا چه میگویی. سپس بار دیگر آیه 15 را خواندم: اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. روی واژه نگاه دارید یک ستاره گذاشتم. به یادداشت‌های ارجایی در حاشیه کتاب مقدسم رجوع کردم و متوجه شدم که بیشتر ترجمه‌های درست ادامه آیه را اینطور ترجمه کردند: اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت. وقتی آیه را به این شکل خواندم، فریادی از درون برآوردم. حال همه چیز برایم روشن شده بود. سپس شنیدم که خداوند میگوید: جان، من نمیگویم اگر فرمانهای مرا نگاه داری ثابت خواهی کرد که مرا دوست داری.
من از قبل می دانم که مرا دوست داری یا نه، بلکه در اینجا می گویم اگر عمیقاً مرا دوست داشته باشی، برانگیخته و تهیج خواهی شد تا احکام مرا نگاه داری. تفکر اولیه من کاملاً شریعت گرایانه بود. این درک و بصیرت جدید به رابطه عاشقانه ارتباط پیدا می کرد که کلید انگیزه های ماست. عشق آتشین. اجازه دهید موضوع را برایتان به تصویر بکشم. آیا تا به حال عاشق شده اید؟ وقتی من با همسرم لیزا نامزد کردم، یک دل نه صد دل عاشق او بودم و پیوسته در فکر و ذهنم بود. هر کاری می کردم تا با او وقت بگذرانم. بیاد می آورم یک بار چند ساعتی با هم بودیم. بالاخره با او خداحافظی کردم. اما لیزا کمی بعد به من زنگ زد و گفت جان، ژاکتت را در خانه من جا گذاشتی. من از شادی در پوستم نمی گنجیدم، چون به من این فرصت را می داد تا او را دوباره ببینم. پس به او گفتم خب، حدس می زنم باید برگردم و آن را بگیرم. و هر دو با هم خندیدیم. این باز شد چند ساعت دیگر هم کنار او باشم. اگر لیزا به چیزی نیاز داشت، مهم نبود چقدر اسباب زحمت باشد. اگر امکانش بود، حتما برایش تهیه می کردم. اگر نیمه شب به من زنگ می زد و می گفت عزیزم، دلم بستنی می خواد، قطعا جواب می دادم چه تمی؟ 5 دقیقه بعد اونجا هستم. هر کاری می کردم تا هر خواسته ای را برایش برآورده کنم. جان کلام این که آرزوها و خواسته های او برایم فرمانی لذت بخش و دلپذیر بود. به خاطر شدت عشقم به لیزا، انجام هر آنچه که او می خواست مایه لذت و شادی من بود. آنچه که او می خواست برایم اسباب زحمت نبود. من برای اثبات عشقم به دنبال برآورده کردن خواسته های او نبودم، بلکه چون او را دوست داشتم این کار را می کردم. این همان چیزی است که عیسی به ما میگوید. ما به خاطر عشق زیادمان به او از انجام خواسته هایش مسرور میشویم. در چنین شرایطی کلام او محدود کننده نیست و باری گران به حساب نمی آید، بلکه با تمام وجود مایل به اطاعت از آن هستیم. حال بیایید به زمانی برسیم که چند سالی از ازدواجمان گذشته بود. در آن دوران به سختی درگیر خدمت بودم و بدون آن که متوجه باشم عشقم به لیزا کم رنگتر شده بود. آرزوهای لیزا دیگر برایم مسئولیتی لذت بخش نبود، بلکه بیشتر اسباب زحمت و گاه باری سنگین محسوب می شد. من در خدمت به او رفتار و نگرشی کاملا متفاوت داشتم. دیگران کارها را مانند زمانی که با او قرارهای عاشقانه داشتم انجام نمی دادم. دیگر نمی گفتم چه طعمی همین حالا خود را می رسانم، بلکه می گفتم جدی؟ من الان درگیر انجام کارهای دیگه هستم. دیگر دنبال فرصتی نبودم که با او باشم. من با او بودم چون این کار درستی بود که باید انجام می دادم. حالا دیگر اشتیاق جدیدم کارم بود. اکنون ببینید عیسی به کلیسا چه می گوید. اعمال تو را می دانم و سخت‌کوشی و پایداری تو آگاهم، اما این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را فرو گذاشته ای. به یادار که از کجا سقوط کرده ای، پس توبه کن و اعمالی را به جا آور که در آغاز به جا می آوردی. مکاشفه 2:2-4-5. بار دیگر به گفته عیسی دقت کنید. اعمال تو را می دانم. به یادار که از کجا سقوط کرده ای، پس توبه کن و اعمالی را به جا آر که در آغاز به جا می آوردی. در اینجا صحبت از دو نوع عمل است. نخست اعمالی است که انگیزهشان عشق عیسی به کلیسا است و هیچ فرقی با رفتار من هنگامی که میگفتم چه طعمی 5 دقیقه بعد آنجا هستم ندارد. اما اعمالی که نتیجه تعهد، الزام و وظیفه است، هیچ فرقی با آن گفته من ندارد که جدی من الان درگیر انجام کارهای دیگه هستم. می توانیم آیات را این طور هم ترجمه کنیم و خطاب به عیسی بگوییم وقتی آن اوایل عاشق تو بودیم از انجام هر کاری برایت به هیجان می آمدیم، اما اکنون آن اشتیاق سرد و کمرنگ شده و اطاعت تبدیل به وظیفه شده است. چطور می توانیم این نقیصه را اصلاح نماییم؟ باید وقت بیشتری در کلام، دعا و پرستش با او بگذرانیم. باید افکارمان را بر او متمرکز بسازیم، آن هم نه فقط زمانی که به کلیسا می رویم یا هنگام رازگاهان، بلکه پیوسته با آگاهی از حضور دائمی او در طول روز. همچنین باید از روح القدس شراکت دائمی او را بخواهیم و درخواست کنیم که قلب ما را هر روزه با محبت خدا پر بسازد. شما نمی توانید بگویید که خدا را به قدر کافی دوست داشته اید.
چرا که عشق او تمام ناشدنیست و هرگز زوال نمی پذیرد و به زندگیتان شور و اشتیاق را می افزاید. در این رابطه اول قرنتیان 13:18 را بخوانید. ترس مقدس. نیروی برانگیزاننده دوم ترس مقدس است. این فضیلتی است که پولس به طور خاص آن را برای حفظ ما در مسیر تقدس ضروری می داند. پس ای عزیزان، حال که این وعده ها از آن ماست، بیایید خود را از هر ناپاکی جسم و روح بزداییم و با ترس از خدا تقدس را به کمال رسانیم. دوم قرنتیان 7:1. تقدس در ترس خدا به بلوغ و کمال می رسد. این حقیقت را می توان در سرتاسر عهد جدید مشاهده نمود. پولس به کلیسای دیگر می نویسد: نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید. برای اطاعت از احکام خدا نیاز به احترام و تکریمی عمیق و ترس مقدس است. پتروس در ارتباط با حکم داشتن زندگی مقدس می نویسد: پس دوران قربت خیش را با ترسی آمیخته با احترام بگذرانید. اول پتروس 1:17. نویسنده رساله عبرانیان با این گفته به ما توصیه می کند که به دنبال تقدس باشیم. او می نویسد: پس چون پادشاهی را می یابیم که تزلزل ناپذیر است، بیایید شکر گزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نماییم. عبرانیان 12:28. ترس خدا روشی مورد پذیرش برای خدمت اوست. بسیاری درباره ترس خدا دچار بدفهمی و سردرگمی هستند. آیا ترس همان چیزی نیست که از آن آزاد شده ایم؟ این واژه چه جایی در فرهنگ واژگان امروزی ما میتواند داشته باشد؟ خدا محبت است. او پدر ماست. اما به مفهوم ترس هم باید پرداخت، چون به فراوانی در عهد جدید از آن صحبت شده است. بعضی ها این موضوع را کم اهمیت جلوه داده و می گویند ترس خدا فقط به معنای پرستش خداست. یکی از معلمان سرشناس یک بار همین مطلب را پیش از آن که بخواهم در کنفرانسی در آفریقای جنوبی موعظه کنم به من گفت. پرسش من درباره تعریف از ترس خداوند این بود: اگر موضوع فقط پرستش است، پس چرا در عهد جدید پولس 4 بار از ترس و لرز صحبت می کند؟ لرز کمی بیش از پرستش صرف است. فرهنگ استرانگز تنها 1 معنا برای واژه یونانی تروموس یعنی لرز ارائه می دهد: به خود لرزیدن از روی ترس. اگر موضوع این است، پس پولس به ما می گوید نجات خود را در حالی که از ترس به خود می لرزید به عمل آورید. در اینجا احترامی عمیق و حتی حراس و ترسی سالم نیز دیده می شود که اندکی بیش از درک عمومی از پرستش خداست. درباره معنای ترس شاید این پاسخ را شنیده باشید: ترس تعلیمی عهد عتیقی است. ما نباید از خدا بترسیم، زیرا او نه روح ترس بلکه روح محبت را به ما بخشیده. کسانی که چنین چیزی را میگویند روح ترس را با روح خدا اشتباه گرفتند. وقتی موسی قوم اسرائیل را به کوه سینا آورد، خدا حضور خود را آشکار ساخت، اما قوم اسرائیل پا به فرار گذاشتند و عقب ایستاد و از موسی خواستند که از خدا بخواهد حضور پرجلال خود را بر آنان آشکار نسازد. ببینید موسی به قوم اسرائیل چه میگوید: مترسید، خدا آمده است تا شما را بیازماید، تا ترس او را به دل داشته باشید و گناه نکنید. خروج 20:20. به نظر می رسد که موسی حرف خودش را نقض می کند. نترسید، خدا می آید تا ترس او را به دل داشته باشید. اما او صرفاً بین وحشت از خدا و ترس خدا تفاوت قائل می شود. بین این دو تفاوت بزرگی وجود دارد. چرا خدا باید بخواهد که از او وحشت داشته باشیم؟ غیر ممکن است بتوانیم با کسی که از او می هراسیم ارتباطی صمیمانه داشته باشیم، در حالی که خدا مشتاقانه خواهان صمیمی شدن و نزدیکی با ماست. کسی که از خدا هراس دارد چیزی برای پنهان کردن دارد، پس به همین خاطر از خدا می ترسد.
نخستین واکنش آدم و حوا پس از گناه بر ضد خدا پنهان شدن از حضور او بود. از سوی دیگر کسی که ترس خدا در اوست چیزی برای پنهان کردن ندارد. در حقیقت او وحشت دارد که مبادا از خدا جدا شود. بنابراین نخستین تعریف از ترس خدا، ترس از دور بودن از خداست. ترس از خدا به معنای احترام گذاشتن و حرمت نهادن به خداست. ما برای خدا عزت و احترامی عمیق و فراتر از هر چیز و هر کس دیگری قائلیم. ترس خدا جلالی را که شایستش است به او می بخشد. ما در حضور او به واسطه ی ترسی عمیق و پرشکوه ترسان و لرزانیم. ما با حرمت نهادن به خواسته های او و قرار دادن او بالاتر از هر چیز دیگری، از جمله خواسته های خودمان، قلب او را در خود جای می دهیم. آنچه را که او دوست دارد دوست داریم و از آنچه او متنفر است متنفریم. آنچه که برای او مهم است برای ما اهمیت می یابد. به همین دلیل است که به ما گفته شده ترس خداوند نفرت از بدی است. امثال 8:13. خروج 20:20 به ما میگوید ترس مقدس و الهی ما را از گناه حفظ میکند. در همین راستا میخوانیم از ترس خداوند آدمی از بدی اجتناب میکند. امثال 16:6. پولس نیز مینویسد که ترس خداوند نیرویی است که به ما انگیزه میبخشد تا از گناه دور بمانیم. دوم قرنتیان 7:1 را بخوانید. این آیات زمانی برایم رنگ و بوی واقعی تری پیدا کرد که با یک مبشر معروف تلویزیونی در زندان ملاقات کردم. او مشهورترین خادم دهه 80 بر روی این سیاره بود و به خاطر ارتکاب به زنا قوانین ملی را شکسته بود. او به 5 سال حبس محکوم شده بود، اما در اوایل دوران محکومیتش در سلول خود ملاقاتی با عیسی داشت که زندگیش را دگرگون ساخته بود. یکی از کتاب‌های من عمیقاً او را لمس کرده و از من خواسته بود تا به ملاقاتش بروم. هیچ وقت لحظه ای را که این مرد وارد اتاق ندامتگاه شد از یاد نخواهم برد. برای دقایق طولانی در حالی که می‌گریست مرا در آغوش گرفت. سپس دستش را روی شانه‌ام گذاشت و با اشتیاق پرسید: آیا تو آن کتاب را نوشته‌ای یا کس دیگری آن را به جای تو نوشته؟ گفتم: خیر قربان، کار من است. تک تک کلمات آن را من نوشتم. سپس با هیجان گفت: ما باید در مورد خیلی چیزها با هم صحبت کنیم، اما فقط 90 دقیقه فرصت داریم. او بلافاصله روی صندلی نشست و داستانش را با من در میان گذاشت. یکی از نخستین جملات او این بود: جان، این داوری خدا نبود که مرا به زندان انداخت، این لطف او بود. زیرا اگر به روش سابق زندگیم ادامه می دادم، سرانجامم جهنمی ابدی بود. این جمله او مرا در جایم میخکوب کرد. تحت تأثیر صداقت و فروتنیش قرار گرفته بودم. پس از 20 دقیقه که از صحبتهایش گذشت، سؤالی از او پرسیدم که دست از سرم بر نمی داشت. می دانستم که او در آغاز خدمتش عشقی عظیم نسبت به عیسی داشت و برای خدا شور و اشتیاقی فراوان در وجودش بود. می خواستم بدانم چطور این اشتیاق را از دست داد. بالاخره از او پرسیدم: کی دست از عشقتان به عیسی کشیدید؟ در چه مرحله‌ای؟ من به خصوص به عنوان یک خادم به دنبال نشانه‌هایی از دست دادن محبت خود نسبت به خداوند بودم. او خیلی محکم پاسخ داد: از دست ندادم. من از پاسخش شوکه و تا حدی ناراحت شده بودم. چطور می‌توانست چنین چیزی بگوید؟ بلافاصله پرسیدم: منظورتان چیز؟ شما زنا کردید، کلاهبرداری کردید و اکنون در زندانید. چطور می‌توانید بگویید که دست از محبت و عشق به عیسی نکشیدید؟ او مستقیم به چشمانم نگاه کرد و بدون هیچ شک و تردیدی گفت: جان، من تمام این مدت عیسی را دوست داشتم. ساکت بودم و مطمئنم که صورتم داد می زد که تا چه حد سردرگم و گیجم. سپس گفت: جان، من عیسی را دوست داشتم، اما ترس او را در دل نداشتم. لحظاتی سکوتی عمیق حکم فرما شد. او اجازه داد کلماتش در من تهنشین شود. سرم به دوران افتاده بود و نمی دانستم چه بگویم. سپس او سکوت را شکست و با متانت گفت: جان، میلیون ها آمریکایی مانند من وجود دارند. آنها عیسی را دوست دارند، اما ترس خدا را ندارند. عیسایی خیالی و ساختگی.
آن لحظه بسیار پرمعنا بود، زیرا آن گفتگو تشنگی مرا برای به دست آوردن سوالاتی بیشتر تحریک کرده بود. چطور ممکن است کسی که خدا را دوست دارد به دام گناهی معمول و رایج یا حتی سخت و فاحش بیفتد؟ چگونه ممکن است میلیون ها نفر که خدا را دوست دارند زندگی نامقدسی داشته باشند؟ آنها پرستش می کنند، در کلیساهای محلی خود فعالند، در مسائل مربوط به خدا شور و اشتیاق وافر دارند، اما می توانند روابط جنسی بی قید و شرطی هم داشته باشند، اسیر پورنوگرافی هستند، به کرات دروغ می گویند، می گسارند، به خاطر دلایل واهی و غیر روحانی طلاق می گیرند. تازه این فهرستی بسیار کوتاه است. آنها عیسی را دوست دارند، درست همانطور که این مرد دوست داشت. پس چرا حکم و کلام او را نگه نمی دارند؟ عیسی گفت اگر او را دوست بداریم به ما قوت می بخشد تا از او اطاعت کنیم. پس چه چیزی از قلم افتاده است؟ آیا ممکن است آنان نسبت به کسی ابراز عشق می کنند و معترفند که دوستش دارند که در واقع او را نمی شناسند؟ آیا ممکن است این مبشر و خادم آن جماعت بسیاری که او از آنها حرف می زند تصویری از عیسی خلق کردند که در حقیقت عیسی واقعی نیست؟ آیا ممکن است این عیسای ساختگی و تخیلی کسی باشد که در واقع آنچه را که طبیعت نفسانیشان می طلبد به آنها می بخشد؟ بیایید به موضوع اینطور نگاه کنیم. در کشور ما بسیاری هستند که عاشق ورزشکاران و ستارگان هالیوودند. اسم آنها نقل محافل ماست و رسانه ها زندگی خصوصی آنها را از طریق شبکه های تلویزیونی و روزنامه ها و مجلات بیشمار به تصویر می کشند. من شنیدم که هواداران و شیفتگان این ستارگان چنان در مورد آنان حرف میزنند که گویی دوست نزدیکشان هستند. افرادی را دیدم که درگیر مسائل و مشکلات ازدواج آنان شده و گاه چنان متأثر میگردند که گویی یکی از بستگانشان دچار این مشکلات شدند. با این وجود اگر این طرفداران ستارگان محبوبشان را در خیابان ببینند، هرگز نشانی از آشنایی از جانب آنان دریافت نخواهند کرد. اگر آنقدر جسارت داشته باشند که این افراد را که به خیال خود دوستانشان هستند متوقف کنند، احتمالاً با شخصی روبرو خواهند شد که کاملاً با تصویری که از او در ذهن دارند متفاوت است. خلاصه این که این صرفاً یک رابطه تخیلی است، نه واقعی. قوم اسرائیل پس از خروج از مصر چنین رابطه‌ای با خدا داشتند. به محض آنکه موسی به کوه رفت و به مدت 40 شبانه روز از آنها دور شد، خدا ساکت شد. البته نه با موسی بلکه با آنها. در این دوران سکوت هارون و رهبرانی که از حضور خدا دور بودند شروع به خلق خدایی کردند که با خواسته ها و تمنیات نفسانی آنها سازگارتر بود. من سالها به خاطر ندانستن زبان عبری موضوعی مهم را در این داستان نادیده گرفته بودم. هارون نام این گوساله را که ساخته بود یهوه یا یهوه نامید که نام خاص خدا بود. خروج 32:5 را بخوانید. به جز این واقعه در هیچ جای دیگری از کلام یهوه برای خدای دروغین و یا بتی به کار نرفته است. این نام آنقدر مقدس است که نویسندگان عبرانی آن را بدون اسواتش می نوشتند. نه فقط هارون بلکه قوم نیز این گوساله را به رسمیت شناختند و گفتند این الوهیم است که تو را از سرزمین مصر رهانید. خروج 32:4-8 را بخوانید. این واژه تنها در پیدایش 32 بار به کار رفته است. آیه نخست کتاب مقدس میگوید در آغاز خدا یا الوهیم آسمان ها و زمین را آفرید. برخلاف نام یهوه، واژه الوهیم تنها 90% موارد برای معرفی خدای قادر مطلق به کار رفته، اما 10% باقی مانده در توصیف خدای دروغین استفاده شده. هارون این گوساله را همزاد و برابر با یهوه دانست و می توانیم مطمئن باشیم که مردم هم همین نظر را داشتند. اما نکته مهم در اینجا این است که همه قوم یهوه را به عنوان منجی خود، کسی که از اسارت رهاییشان داده و همه چیز را برایشان تدارک دیده می شناختند. با این وجود آنها یک یهوه تخیلی برای خود خلق کردند که کاملا با یهوه حقیقی که با موسی بالای کوه بود تفاوت داشت. کلام به ما می گوید
ترس خداوند سرآغاز دانش است. امثال 1:7. سوال خوبی که می توانیم بپرسیم این است که چه دانشی؟ طبیعتاً نمی تواند دانش روحانی باشد، زیرا فریسیان و رهبران شریعت استاد کلام بودند، اما از حضور خدا دور بوده و خدا آنان را نمی خواست. پس چه دانشی باید باشد؟ پاسخ را در امثال 2:5 می یابیم. آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت. اجازه دهید مطلب را اینطور باز کنم. شما از طریق ترس سالم، یعنی ترس مقدس یا ترس خداوند، می توانید به شناختی صمیمانه و نزدیک از خدا دست پیدا کنید. به این ترتیب شما قادر به شناخت خدا و عیسای راستین خواهید بود، نه خدای دروغین و جعلی. پولس قرنتیان را سرزنش کرده و میگوید زیرا اگر کسی نزدتان بیاید و شما را به عیسای دیگری جز آن که ما به شما موعظه کرده این موعظه کند، یا اگر روحی متفاوت با آن روح که دریافت کردید یا انجیلی غیر از آن انجیل که شنیدید به شما عرضه کند، به آسانی تحملش میکنید. دوم قرنتیان 11:4. آن مبشر معروف و میلیون ها نفری که او به آنها اشاره می کرد، آن عیسای خالی از ابهام، واقعی و نشسته در دست راست خدای پدر را دوست نداشتند. آنها عیسای تخیلی و ساختگی را دوست داشتند، کسی که زندگی نفسانیشان را نادیده می گرفت و حتی تأیید هم می کرد. آنها نه هرگز او را واقعا شناخته بودند و نه رابطه با او داشتند. دو دوست را در نظر بگیرید که ناخواسته از هم جدا شده و هر یک به راهی کشیده می شوند. اما وقتی سالها بعد یکدیگر را پیدا می کنند، کاملا با گذشته متفاوتند. دوست داشتن عیسای تخیلی به ما قدرت نمی بخشد تا کلامی را که عیسای واقعی گفته حفظ کنیم. در حقیقت دوست داشتن کسی که او را واقعا نمی شناسید سخت است. بدون ترس خدا ما واقعا نمی توانیم خدا را بشناسیم. موسی او را عمیقا می شناخت. صدا و روش های خدا کاملا برای او آشکار بود. اسرائیل خدا را از روی کارها و روش هایی که دعایشان را جواب می داد می شناختند. صدای خدا برای اسرائیلیان صدای رعد بود. موسی اجازه داشت به حضور خدا نزدیک شود، اما خدا به قوم اسرائیل گفت به خیمه هایشان بازگردند. چطور می توان به این ترس مقدس دست یافت؟ مهمترین سوالی که باید بپرسیم این است که چطور می توان به این ترس مقدس دست یافت؟ ما خیلی ساده این سوال را می پرسیم، اما باید این کار را صادقانه و با اخلاص قلبی انجام دهیم. عیسی می گوید حال اگر شما با همه بصیرتیتان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را به هر که از او بخواهد عطا خواهد فرمود. لوقا 11:13. شاید بپرسید عیسی از روح القدس صحبت می کند، نه ترس خدا. ببینید اشعیا درباره عیسی و روح القدس چه می گوید. نهالی از کنده یسا سر بر خواهد آورد و شاخی از ریشه هایش میوه خواهد داد. روح خداوند بر او قرار خواهد یافت، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت، روح معرفت و ترس خداوند، و لذت او در ترس خداوند خواهد بود. اشعیا 11:1-3. آخرین خصوصیت روح خدا که در اینجا ذکر شده روح ترس خداوند است. من شخصا باور دارم که این مهمترین جنبه از روح القدس است که ما باید آن را بطلبیم. من به دو دلیل به این موضوع باور دارم. نخست این که به ما گفته شده ترس خدا آغاز حکمت، دانش، بصیرت، مشورت و فهم است. و دلیل دوم که بسیار مجاب کننده می باشد این است که ترس خدا مایه شادی و خوشی عیسی است. آیا نباید خوشی او خوشی ما باشد؟ در واقع می دانیم که دعاهای عیسی به خاطر خدا ترسیش مستجاب شد. دعا یک موضوع است و شنیده شدن دعا موضوع دیگری است. هم ترس خدا و هم محبت خدا ثمرات جانبی پری روح القدس می باشند. زیرا پولس می نویسد محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شده در دلهای ما ریخته شده است. رومیان 5:5.
توصیه میکنم صادقانه از خدا بخواهید که با روح ترس مقدس شما را پر ساخته و با گرمای عشق و محبت خود شما را بسوزاند. ظروف آلوده. این مسئله ما را به یک بحران گسترده و فراگیر میرساند. ما در کلیسای قرن 21 با کمبودی جدی مواجهیم. ما فقدان ظرف نداریم، اما دوچار کمبود ظروف تمیز هستیم که خدا روح خود را در آنها بریزد. بیایید بازگردیم به واپسین کلماتی که پولس در زمان حیات خود نوشت. او با شجاعت میگوید: پی مستحکمی که خدا نهاده است پا بر جاست و با این عبارت مهر شده است که خداوند کسان خود را میشناسد و هر که به نام خداوند اقرار دارد باید که از شرارت کنار جوید. دوم تیموتائوس 2:19. پولس توضیح میدهد که چه چیزی ما را چه به عنوان کلیسا و چه به صورت فردی مستحکم و جنبش ناپذیر میسازد. دو جمله آنچنان که پولس مینویسد بر روی این پی نوشته شده است. ترجمه هزاره میگوید که این کلمات بر روی این پی مهر شدند. ترجمه ده مسیج میگوید که بر روی آن حک شدند. عبارت نخست این است که خدا کسان خود را میشناسد. اینها کلماتی آرامش بخشند. به محض آنکه ما کاملا خود را تسلیم او می کنیم، او دیگر ما را فراموش نمی کند و نورچشمی او می شویم. دومین عبارتی که در این پی حک شده این است که هر که به نام خداوند اقرار دارد باید از شرارت کنار جوید. در اینجا بار دیگر با واژه امری باید روبرو می شویم، نه عبارت توصیه‌ای بهتر است. این زبانی بسیار قاطع و تند جهت اهمیت بازگشت از زندگی نامقدس است. چرا؟ پاسخ را در آیه بعدی می توان یافت. در خانه بزرگ تنها ظروف طلا و نقره نیست، بلکه چوبی و گلی هم هست. آنها به کار مصارف مهم می آیند، اینها به کار مصارف پیش پا افتاده. پس هر که خود را از آنچه گفتم پاک نگاه دارد، ظرفی خواهد بود که به کار مصارف مهم می آید، ظرفی مقدس و مفید برای صاحب خانه و مهیا برای هر کار نیکو. دوم تیموتائوس 2:20-21. اگر ما به عنوان یک حامل یا ظرف پاک و تمیز باشیم، مناسب کار خداوند و در حقیقت مناسب پر شدن با قدرت حضور او خواهیم بود. من هر روز صبح بدون توجه به اینکه کجای دنیا باشم همان صبحانه همیشگی را می‌خورم. ابتدا با یک لیوان آب ولرم و کمی لیموی تازه شروع می‌کنم. سپس یک فنجان چای گیاهی می‌نوشم. 15 دقیقه بعد یک کاسه مخلوط جو، تخم شربتی، تخم کتان، شاهدانه با شیر بادام به همراه مقداری شیره افرای طبیعی می‌خورم. برای این صبحانه به ظروفی نیاز دارم: یک فنجان چایخوری، یک لیوان و یک کاسه. واقعیت این است که من هرگز از فنجان و لیوان و کاسه کثیف برای صبحانه استفاده نمی کنم. همیشه به دنبال ظرف تمیز می گردم. من عاشق مزه صبحانه ام هستم و نمی خواهم چیزی آن را کثیف و خراب کند. حقیقت این است که اگر آلودگی و ناپاکی در ظرفی باشد، خواه فنجان، لیوان، بشقاب و کاسه، آن آلودگی هر ماده خوبی را که در ظرف است فاسد می سازد. چرا خدا باید روح قدوسش را در ظرف‌های کثیف و ناپاک بریزد؟ بر طبق گفته پولس، ما مسئول تمیز کردن و پاک ساختن خود هستیم. او نمی‌گوید خون مسیح همه ما را از گناهان گذشته، حال و آینده پاک می‌سازد. پس نگران عادات گناه‌آلودی که در آن زندگی می‌کنی نباش، زیرا با خون مسیح پوشانده شده‌ای. خیر، او میگوید پس هر که خود را از آنچه گفتم پاک نگاه دارد، ظرفی خواهد بود که به کار مصارف مهم می آید، ظرفی مقدس و مفید برای صاحب خانه و مهیا برای هر کار نیکو. ما باید خود را پاک سازیم، همین و بس. پولس از جایگاه ما در مسیح به واسطه کار او صحبت نمی کند. او به رفتارهای ما اشاره می کند. پولس به ما میگوید کسی که دست از شرارت می کشد و خود را پاک می سازد، تبدیل به ظروفی خاص و ویژه می شود. باز هم می بینیم که حضور خدا یعنی روح او نه درون ظرف های آلوده و ناپاک، بلکه درون ظروف پاک ریخته می شود. نتیجه
به ما گفته شده که بیدینی یک سر است و در جامعه ما عمل می کند. بیدینی یعنی نااطاعتی از خدا. اما خبر خوش این است که نیروی بازدارنده وجود دارد. زیرا سر بیدینی همکنون نیز عمل می کند، اما فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود. دوم تسالونیکیان 2:7. سوالی که باید بپرسیم این است که او چه کسی است که مانع بیدینی است؟ پاسخ دو گزینه دارد: روح القدس یا بدن عیسی مسیح. واضح است که مترجمان باور داشتن او روح القدس است، زیرا در ترجمه انگلیسی آن که را با حروف بزرگ نوشتند. بیایید فرض کنیم آنها درست می گفتند. بیش از 50 سال از سنم می گذرد و در تمام طول عمرم هرگز شاهد افزایش بیدینی تا به این حد در جامعه نبودم. تا به حال شاهد چنین عزم و اراده‌ای در بین دولت، رسانه و جامعه برای زدن برچسب خوب بر روی بیدینی نبودم. این یک دلیل دارد. نیروی بازدارنده یعنی روح القدس امروز آنقدر فراگیر نیست. حضور خدا در جامعه غرب در ابتدای قرن 21 به سرعت رو به افول است. چرا اینطور است؟ اگر ما بدون تأکید بر دگرگونی و تغییر در زندگی های من انجیل را اعلام و موعظه کنیم، در پایان با کمبود ظروف تمیز روبرو خواهیم شد و در نتیجهش شاهد کمی حضور و تجلی خدا بر زمین خواهیم بود. به خاطر داشته باشید که به محض مرگ عیسی بر صلیب، پرده هیکل از بالا به پایین به دو نیم شد. حضور خدا بلا فاصله از ظروف ساخته دست انسان خارج شده و به درون ظروفی ریخته شد که ساخته دست بشر نبود، یعنی به درون قلب مردان و زنان تولد تازه یافته. روح خدا از معبد به درخت، غروب، منظره زیبا، موسیقی، ویدیو یا هر واسطه دیگری انتقال نیافت. روح خدا به درون ظرفی از جنس جسم و خون ریخته شد. اگر این ظروف کثیف باشند، حضور خدا در جامعه افول خواهد کرد و در نتیجه آن بیدینی کمتر با مانع روبرو خواهد شد. ما می توانیم این افول و کم رنگ شدن را سریع تغییر دهیم، اما نه با لابیگری علیه دولت، رأی دادن به کاندیدای خوب، نه با شلیک به کارکنان رسانه های موجود یا اعتراض علیه کلینیک های سقط جنین یا دیگر فعالیت های اجتماعی. تنها راه واقعی جنگ با بیدینی این است که خود را تسلیم قدرت فیض کرده و با دینداری راستین زندگی نماییم. با این روش صدای قوی تر و نفوذ بیشتری در جامعه به روح القدس می بخشیم. فقدان موعظه درباره تقدس واقعی هزینه زیادی را در سطح شخصی، جمعی و ملی به ما تحمیل کرده است. ما می توانیم این را تغییر دهیم. شبانان، رهبران و تمام مردان و زنان خدا، بیایید محکم کنار هم بیستیم و تمام مشورت ها و رهنمود های خدا در کتاب مقدس را به طور کامل اعلام نماییم. بیایید پی و اسکلت محکمی در زندگی کسانی که بر آنها نفوذ داریم بسازیم. بیایید شاهد باشیم که بیدینی با نیروی بازدارنده روح القدس کنترل می شود و نتیجهش سید جانها برای پادشاهی خدا خواهد بود.